بهداد سلیمی رکورد جهان را شکست. به گزارش ایسنا، در طی رکوردگیری تیم ملی وزن برداری ایران، بهداد سلیمی در حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک رکورد جهان را به طور غیر رسمی 1 کیلوگرم ارتقا داد. او در حرکت یک ضرب وزنه 215 کیلوگرم را بالای سر برد. اسامی دستیاران ایرانی پیشنهادی به کیروش مشخص شد. شهاب الدین عزیزی خادم عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این باره گفت: فدراسیون فوتبال یحیی گل محمدی، مجید صالح، حسین فرکی، رحمان رضایی و وحید هاشمیان را با در نظر گرفتن ملاک‌هایی همچون آشنایی به زبان انگلیسی، تجربیات بین المللی و مواردی دیگر به کارلوس کیروش پیشنهاد داده است. یزدانی و حسین خانی در صدر برترین های کشتی آزاد جهان. فدراسیون جهانی کشتی فیلا لیست نهایی برترین آزادکاران جهان را اعلام کرد که بر این اساس رضا یزدانی و مصطفی حسین خانی کشتیگیران اوزان 97 و 70 کیلوگرم ایران در صدر قرار دارند. همچنین در این فهرست مسعود اسماعیل پور، رضا افضلی و کمیل قاسمی آزادکاران اوزان 61، 74 و 125 کیلوگرم ایران در رده های دوم و سوم قرار دارند. داور ملی فوتسال ایران درگذشت. مرتضی شکرانه، داور ملی فوتسال ایران، پس از 1.5 سال جدال با سرطان معده هفته گذشته در سن 40 سالگی درگذشت. شواینشتایگر کاپیتان ژرمن ها شد. در پی خداحافظی فیلیپ لام از تیم ملی فوتبال آلمان، یواخیم لوو سرمربی این تیم باستیان شواینشتایگر را به عنوان کاپیتان ژرمن ها معرفی کرد. یواخیم لوو در این باره گفت: باستیان رهبری واقعی است و همیشه وظایفی که در داخل و خارج از زمین به او محول شده را با جدیت انجام داده است. فالکاو به شیاطین سرخ پیوست. مهاجم کلمبیایی موناکو در روز پایانی نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا با قراردادی 1 ساله و قرضی و به مبلغ 12 میلیون پوند و حقوق هفتگی 380 هزار یورو لیگ فوتبال فرانسه را ترک کرد تا از این پس شاگرد لوئیس فان گال در منچستر یونایتد باشد. 40 هزار نفر تمرین تیم ملی آلمان را پیش از دیدار دوستانه با آرژانتین تماشا کردند. 50 روز پس از قهرمانی آلمان در جام جهانی، 40 هزار تماشاگر آلمانی در تمرین تیم آلمان که در شهر دوسلدورف برگزار شد شرکت کردند و مورد توجه دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفتند. الیور بیرهوف مدیر تیم ملی آلمان نیز گفت: خیلی خوشحالم که کودکان زیادی در بین تماشاگران حاضر بودند و این فرصت نصیبشان شد که ستاره‌هایشان را از نزدیک ببینند. پیراهن شماره 23 آرسنال به دنی ولبک رسید. ولبک که در ساعات پایانی نقل و انتقالات تابستانی با قراردادی 4 ساله و به ارزش 16 میلیون پوند از منچستر یونایتد به توپچی‌های شمال لندن پیوست، در این تیم شماره 23 را بر تن خواهد کرد که آخرین بار آندره آرشاوین مهاجم اسبق روسی آرسنال آن را بر تن کرده بود.